شاگردای عزیز سلام، امید است که جور و صحت و تندرست باشین و به امید خوشی ها و موفقیت های هرچه بیشتر شما درس امروز خود آغاز میکنیم و درس ما درس 14 میباشه و صفحه 53 کتابتان میباشه. تعاملات کیمیاوی مواد نوع جریاناتی میباشه که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد جدید تشکیل میشه. بعضی از تعاملات کیمیاوی با ایجاد شدن انرژی و نور صورت میگیره که این قسم تعاملات به نام تعاملات اگزوترمیک یا تعاملات حرارت دهنده یاد میکنن. سودیم به کدام شکل است؟ بسیار خوب، به شکل جامد است. این قبلا شما خواندین جمع آب. خب آب ما شما میتونیم به شکل H2O نوشه کنیم و میتونیم در تعاملات به این شکل نوشه کنیم برزی که شما خوبتر بفهمید. اردیش آب است. زمانی که ما این را تعامل میتیم سودیم میاید، گروپ هایش آب میگیره، القلی یا قلوی سودیم هایدروکساید را میسازد و هایدروجن از مرکبش به جای میسازد. هرگاه ما شما این را تعویض کنیم، اینجا یک اتم هایدروژن را دلش حلقه کردیم و اینجا دو اتم هایدروژن، فوراً آب ما باید ضرب چند کنیم؟ بسیار خوب، ضرب دو کنیم. در پیش روی آب به حیث ضریب عمومی دو نفشه میکنیم. وقتی که دو اتم هایدروژن شد دو گروپ OH میشه. چرا؟ این دو هم شامل هایدروژن میشه و هم شامل گروپ OH. پس ما نفشه میکنیم در پیش روی قلوی سودیم هایدروکساید دو، یعنی دو اتم سودیم شد و دو گروپ OH شد. الان چون که اینجا دو اتم سودیم شده، اینجا ما یک اتم سودیم داریم، سودیم ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم، معادلات توزیع شد و یک مقدار انرژی هم اینجا آزاد میشه یا تولید میشه که در کیمیا انرژی را به این شکل نوشته میکنن انرژی و یا به طور عموم به این نشان میدن. دیگه بعضی از تعامل کیمیاوی وقتی که صورت نگیره به مواد تعامل کننده ما باید حرارت بدیم. HGO اکساید سیمان، این بالت چیست؟ شما سیما بخو دیدین بالت جامد است. زمانی که ما اکساید سیما به حرارت بدیم علامه تعامل نوشته میکنیم و برای علامه تعامل یا نوشته میگیم حرارت و یا دلتا یا این شکل مثلثی که ما نوشته میکنیم مانش حرارت میده. این را تجزیه میکنه، تجزیه میکنه به دو قسمت، یعنی سیماب جمع اکسیژن. یک اتم سیماب، یک اتم سیماب، یک اتم اکسیژن، دو اتم اکسیژن. اینا اینجا موازنه برقرار نیست، بلکه که تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ و راست تعامل برابر شوند ما مجبور هستیم که اکساید سیما را ضرب چند کنیم؟ ضرب دو کنیم. فورا در پیش روی اکساید سیما عدد دو را نوشته میکنیم. وقتی که عدد دو را نوشته کردیم تعداد اتم های سیما چند میشه؟ دو میشه. اینجا در حالی که یک اتم است ما سیما ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم و معادله چی شد؟ معادله توزیع میشه. برای اجرای تعاملات کیمیاوی شرایط لازمه ضروره: درجه حرارت، فشار و کتلس. نایتروژن N2، اینال نایتروژن ها. زمانی که همراه هایدروژن تعامل میتیم نایتروژن به شکل چیز؟ به شکل گاز میباشه. بسیار خوب، هایدروژن شکیبا جان این در طبیعت به کدام حالت پیدا میشه؟ بالت گاز هست. بسیار خوب، امی که ما میگیم گاز هایدروژن وقتی که یا تعامل میکنن با هم. شرایط تعامل گفتیم درجه حرارت یک شرطش، فشار و کتلس یا میباشه. زمانی که نایتروژن با هایدروژن تحت این شرایط
با هم تعامل میکنن، تشکیل گاز امونیا را میکنن. NH3 NH3 اثر نایتروژن حساب میکنیم. چند اتم نایتروژن داریم؟ بسیار خوب. گلالای جان شاباش. نایتروژن میگه نایتروژن چند اتم است؟ چند اتم؟ دو اتم. اینجا ما چند اتم نایتروژن داریم؟ اینجا یک اتم. باید چی کنیم؟ باید امونیا را ضرب دو کنیم. فوراً در پیش روی امونیا یک دو چی میکنیم؟ نوشا میکنیم به حیث ضریب عمومی. اینا رو وقتی که دو اتم نایتروژن به طرف چپ تعامل شد و دو اتم نایتروژن به طرف راست تعامل شد، آل ما شما چی رو حساب میکنیم؟ هایدروژنه. اینجا میشه دو سه شش، یعنی ای دو امرای سه چی میشه؟ ضرب میشه. دو سه شش. در حالی که ما اینجا چند هایدروژن داریم؟ چند دانه؟ لیزا جان سه دانه میگه. پس اینه می سه رو انتقال میتیم اینجا میاریم، یا هایدروژن ضرب سه میکنیم. دو سه شش و دو سه شش، دو اتم نایتروژن اینجا، دو اتم نایتروژن اینجا. مدل چی شد؟ مدل توزیع شد. خب حالا میاییم ما شما بالای کتلسا. کتلسا رو میگیم مواد میشن که در تعاملات کیمیایی حصه میگیرن، سرعت تعامل زیاد میسازن، اما در ختم تعامل بدون کم و کاست شدن مقدارش به مو مقدار اصلی دوباره تولید میشن یا به وجود میاد. تعامل کیمیایی که در نتیجه صورت گرفتن آن از یک ماده اولی دو یا چند ماده جدید تشکیل میشه به نام تعامل تجزیوی یاد میکنن. باز هم ما و شما تعامل تجزیوی یا تجزیه شدن اکساید سیمان مد نظر بگیریم. اکساید سیمان رو پیشتر نوشته کردیم. اکساید سیماب وقتی که مایع حرارت میدیم، در نتیجه حرارت ای تجزیه میشه، یعنی اکساید سیماب به دو قسمت تجزیه میشه، سیماب و اکسیژن. میسازه اج سیماب جمع اکسیژن تولید میشه. نامش رو براتون نوشته میکنم. بسیار خوب. نامه از این چیز شکبا میگه سیماب. بسیار خوب. و اودو نازنین جان چی میگه؟ میگه اکسیژن. بسیار خوب. نام خدا دخترای ذکی و هوشیار. خب بازم ایره یک توضیح میکنیم. چیزه یک سیماب، یک سیماب. فعلا تعداد اتم های سیماب برابره. یک اتم اکسیژن، دو اتم اکسیژن. تعداد اتم اکسیژن با دو طرف با هم برابر نیستن. ما مجبور هستیم که اکساید سیماب ضرب چند کنیم؟ ضرب دو کنیم. وقتی که اکساید سیماب ضرب دو میکنیم، دو اتم سیماب اینجا شد، یک اتم سیماب اینجا، فوراً سیماب ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم و مادر ما تزیین میشه. به این شکل تجزیه شدن پتاسیم کلوریت هم حد نظر میگیریم. KCl KCLO3. ببینین دخترای نازنین، زمانی که شما یک فرمول کیمیایی یا فرمول یک مرکب کیمیایی رو نشان میگیرین، باید امو حد اعتدال رو مد نظر بگیرین. ببینین پتاسیم کلوریت تجزیه میکنیم در موجودیت حرارت و کاتالیسش منگان دای اکساید MnO2. مرکب MnO2 را به نام منگانیز دای اکساید ای تجزیه می شود به پتاسیم کلوراید KCl جمع اکسیژن. آره ایره باز توضیح میکریم. یک اتم پتاسیم اینجا داریم، یک اتم پتاسیم اینجا. فعلا تعداد برابره. یک اتم کلور اینجا داریم، یک اتم کلورید اینجا داریم. ایون برابر. آره میاییم بالای اکسیژن. چند اتم اکسیژن داریم؟ سه اتم. اینجا چند اتم داریم؟ دو اتم. آیا یا با هم برابر و مساوی هستن؟ به هیچ صورت مساوی نمیشن. پس چی میکریم؟ پس اینمی دوره. اینمی دوی ضریب اکسیژن را دستش میگیریم، میاریم در پیش روی
پتاسیم کلورید نشانیم. وقتی که شاندیم، اینجا ببینید. یعنی دقیقاً ما رو ضرب دو میکنیم. وقتی ضرب دو کردیم، دو پتاسیم میشه دو کلورید. پتاسیم کلوراید ضرب دو میکنیم. وقتی که ضرب دو کردیم، اکسیژن هم تغییر کرد. دو سه شارژ. و اینجا دو، این سه رو میاریم اینجا. مدلش چی شد؟ مدلش توضیح شد. من سر موضوع دیگه. تعاملات کیمیایی که در نتیجه تعامل دو یا چند ماده کیمیایی یک ماده جدیده که کاملا دارای خواص جداگانه و علیحدہ میباشه تشکیل میده به نام تعامل جمعیت میکنن. سودیم به حالت جامد پیدا میشه. بسیار خوب. جمع کلورین Cl2 یا به حالت گاز زمانی که با هم تعامل میکنن، یعنی دو ماده کیمیایی که یکی حالت جامد داره و دیگه حالت گاز داره با هم تعامل میکنن و در نتیجه مرکب سودیم کلوراید میسازن. سودیم کلوراید دو ماده کیمیایی که یکی سودیم است، حالت جامد داره با هم کلورین که حالت گاز داره با هم یک جای میکس میشن، تعامل میکنن و در نتیجه مرکب سودیم کلوراید که یوم حالت جامد داره میسازن. عمل متقابل مواد ساده و یا مغلق کیمیایی را به نام اکسیدشن یاد میکنن. اعتراق نوع اکسیدشن است که به صورت انجام میشه و با شعله‌ور شدن امراض. تعاملات کیمیایی که در نتیجه آن اتم های عناصر یا مواد ساده بعضی از اتم های عناصر در مرکب کیمیایی به جای ساخته و خود جایش اشغال میکنه به نام تعامل چیات میکنیم؟ به نام تعامل تعویضی، یعنی جایشان چی میشه؟ جایشان تعویض یا عوض میشه. پس بگم که حالت جامد داره رو با آب تعامل میتمیره جمع آب. آب پیشتر گفتم که او من در تعاملات به این شکل نمیشه میکنه، اما ما به این شکل نمیشه میکنیم H رابطه او H این چیزه، هیچ فرق نداره. با هم زمانی که تعامل میدین سودیم بسیار یک آدم قویست میای هایدروژن رو بیچاره فقیره چی میکنه؟ به جای میسازه. یعنی سودیم اینجا میای هایدروژن رو بیچاره مسکینه چی میکنه؟ به جای میسازه. وقتی که رو به جای ساخت این میسازه گاز هایدروژن آزاد میشه جمع سودیم میایی دگاله چی میکنه؟ سودیم میایی جای هایدروژن رو میگیره میگه اینجا میشینه میگه این خانه اینو این باقه از من و در نتیجه میسازه آب حالت مایره داره سودیم هایدروکساید حالت مایی در آب داره و هایدروژن هم حالت گاز داره. خب، اینال اگه این توضیح کار داشت، بازم یک توضیح میکریم. یک اتم سودیم، یک اتم سودیم. یک اتم هایدروژن دار شلقه کردیم، خوب متوجه باشین. اینجا چند اتم هایدروژن است؟ دو اتم. پس چی میکنیم؟ آب مجبور هستیم که ضرب چند کنیم؟ ضرب دو کنیم. این تعامل مد نظر بگیریم. تعامل تعویضی تعامل که دو یا چند ماده یا ماده ساده یا مغلق با هم تعامل میکنن در نتیجه جای خود تعویض میکنن یا عوض میکنن و مرکبی که حاصل میشه مرکباتی که حاصل میشه دارای خواص به کلی جداگانه میباشه و نوعیت تعاملش هم تعامل تعویضی میباشه که ما و شما برام عوض رو میریاد میکنیم. مثلا هرگاه ما و شما تعامل سودیم با آب مد نظر بگیریم آب ها گفت همه یعنی که به شکل H2O نوشه میکنیم اگر به این شکل هم نوشه کنیم هیچ فرق نمیکنه. این حال مادله رو توضیح میکنیم یک اتم سودیم بسیار خوب یک اتم هایدروژن رو حلقه کردیم در حال که ما اینجا هایدروژن رو که نوشه کنیم چند دانه یک مولکول یا دو اتم فورا چی میکنیم؟ فورا هایدروژن آب ضرب دو میکنیم. وقتی که آب ضرب دو کردیم دو اتم هایدروژن میشه یعنی اینمی دو هم به تعداد هایدروژن ضرب میشه و هم به تعداد گروپ OH میشه. تعداد سودیم هایدروکساید ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. وقتی که ضرب دو کردیم دو گروپ OH و دو گروپ OH دو اتم سودیم
دیگه موضوع دیگه، نویشان مشخص و شرایط تعاملات کیمیایی را با کمک سمبول ها و فرمول ها به نام معادل کیمیایی یاد میکنند. به نام حروفی و به نام سمبولیک این را یاد میکنند یا نوشته میکنند. معادلات کیمیایی زمانی توزین میشن که تعداد اتم های مواد تعامل کننده که ما شما را به نام مواد اول یاد میکنید مساوی به تعداد اتم های مواد حاصله یا مسئول تعامل باشه. باز هم ما شما تعامل نایتروژن نوشته میکنیم. نایتروژن جمع هیدروژن تعامل میکنه. البته شرایط گفتیم که کاتالیز میباشه، حرارت بلند میباشه و فشار میباشه. با هم تعامل میکنن، در نتیجه یک مرکب واحد میسازن که ما شما بنامش یاد میکنیم، بنام امونیا یاد میکنیم. دو اتم نایتروژن، یک اتم نایتروژن، امونیا رو ضرب چند میکنیم؟ مستقیم امونیا رو ضرب دو میکنیم. وقتی ضرب دو کردیم، دو اتم نایتروژن شد و دو سه شش اتم هیدروژن شد. یعنی دو امرای سه ضرب میخوره. در حال که ما اینجا داریم دو اتم فوراً هیدروژن ضرب چند میکنیم؟ ضرب سه میکنیم و شود دو سه شش و دو اتم نایتروژن اینجا، دو اتم نایتروژن اینجا، معادله چی شد؟ معادله تازین بود. اینی بود خلاصه فصل سوم که خدمت شما ما تقدیم کردم. خدا کنه که درس به طور کلی یاد گرفته باشین. اگر کدام مشکل داشته باشین میتونین مشکل امرای ما در بیان بانین. سنف چندم هستین؟ سنف هفتم. مضمونی که میخوانین، مضمونی کیمیاست، فوق العاده مضمون به درد بخورد و شرایط زندگی امروز به طور کلی بالای مضمون کیمیا میچرخه. چی به شرایط صلح باشه و چی شرایط جنگ باشه، ما شما کوشش کنیم که همیشه شرایط صلح را پیش بگیریم. خب، موضوعی که امروز ما شما بالایش گپ میزنیم، حل سوالات فصل سوم با جواباتش می باشه، درس 15 می باشه و صفحه کتابتان هم صفحه 54 تا 56 در نظر می گیره. خب، البته این سوال ها به چند بخش تقسیم شده. قسمت اولش من سوال می خوانم، شما دقیق متوجه می باشین و بعدا بر من جواب می دید. به سوال های زیل دقیق شده جواب صحیح آن را به حرف سواد و جواب غلط آن را به حرف غیر نشانی نمایید. یک، یعنی سوال اول، عمل متقابل موادی که سبب تشکیل ماده جدید با خاصیت کاملا جدید میشه به نام چی یاد میگن؟ به نام تعامل کیمیایی. طبعا در بین قوس شما سواد میمونید. دومش، در تعامل کیمیایی انرژی جذب و آزاد نمیشه. در حالی که ما شما پیشتر خواندیم تعاملات اگزوترمیک یعنی حرارت خارج میکنن و تعاملات اندوترمیک یعنی حرارت جذب میکنن. پس این غلط میباشه. سوم، حرارت در تعاملات کیمیایی رول نداره. داره. چرا؟ به ازی که اکثر مواد کیمیایی مخصوصا مواد عضوی که بعدا شما در سنف 9-12 این رو مطالعه میکنین بدون حرارت اکثریت تعامل امکان نداره. پس این غلطه. سوال چهارم، تعامل تجزیوی مگنیسیم اکساید آب حاصل میگردن. غلط است. سوال پنجم، تعاملاتی که در آن یک ماده به چندین ماده جدید تجزیه میشه به نام تعامل جمعی یاد میگیرن در حالی که به نام تعامل تجزیوی یاد میگیرن. این سوال هم غلط است. سوال ششم، تعاملاتی که در آن یک عنصر جای عنصر دیگر را در مرکبات اشغال میکنه به نام تعاملات تعویضی یاد میکنن. واقعا این سیسته به نام تعاملات تعویضی یاد میکنیم. سوال هفتمش، تعاملاتی که در آن دو و یا چندین ماده با هم تعامل میکنن و یک ماده جدید تشکیل میدن به نام تعامل جمعی یاد میکنن. طبعا دو یا چند ماده با هم تعامل میکنن یک ماده جدید تشکیل میدن، این ما شما به نام تعامل جمعی یاد میکنیم. پس سوال سیسته، در نتیجه عمل متقابل کیمیایی ماهیت ماده تغییر میکنه؟ واقعا تغییر میکنه، برای اینکه ماده کاملا خواص خود از دست میده. صحیح، سوختن یک ماده در موجودیت اکسیژن تعامل احتراقی میباشه. صحیح،
و در یک تعامل کیمیایی توزیع شده مجموعی اتم‌های مواد تعامل کننده زیادتر از محصول تعامل. در حالی که ما شما خواندیم در یک تعامل کیمیایی مقدار یا مجموعی اتم‌های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعی اتم‌های حاصله یا محصول تعامل میباشد و این سوال هم غلط است. دیگه سوال ما شما میبینیم. سوال های زیل دارای چهار جواب بوده که از جمله چهار جواب آنها یکی درست است، شما جواب صحیح آن را نشانی کنید. من سوال ها را میخوانم، دقیق متوجه میباشید. سوال 11، عمل متقابل مواد را با یک دیگر به نام چی یاد میکنند؟ الف پدیده کیمیایی، ب پروسه کیمیایی، جیم تعامل کیمیایی، دال همه. طبعا به نام تعامل کیمیایی را یاد میکنند. سوال 12، جزء دیگر معادله سنگ مرمر جمع تیزاب نمک بعد از تعامل نمک حاصل میشه، آب حاصل میشه و نقطه نقطه مانده، یعنی یک ماده دیگه هم حاصل میشه، عبارت از تیزاب، کربن دی اکساید، جزء جیم، الف و بی سایز و دال میتان. جزء ب یعنی کربن دی اکساید سنگ، یعنی زمانی که ما شما سنگ مرمر رو با تیزاب نمک تعامل میدیم حاصل تعاملش نمک کلسیم کلوراید میباشه، آب تشکیل میشه و گاز کربن دی اکساید میباشه که باز بعدا در تعاملات بعدی شما این رو میخوره. سوال 13، مواد جدید که در نتیجه تعاملات کیمیایی تشکیل میشن به نام نقطه نقطه یاد میشن. الف حاصل تعامل، ب مسئول تعامل، جیم مواد تعامل کننده و دال الف و ب درسته. طبعا بنام چیاد نکنن؟ مواد جدی که در نتیجه تعامل کیمیایی به وجود میشه بنام مسئول تعامل یاد نکنه، یعنی جزء ب سایز. سوال 14، تعاملی که در نتیجه صورت گرفتن آن یک ماده کیمیایی به چندین ماده جدید تبدیل میشه بنام تعامل نقطه نقطه یاد میشه. الف تعاملات جمعی، بی تعاملات تعویضی، جیم تعاملات تعویضی، جیم تعاملات تجزیوی و دال تعامل احتراقی. البته جز جیم که تعاملات تجزیوی می باشه این وجود می آید. سوال 15، یکی از محصولات دیگر تعامل احتراقی قرار زیل خواهد بود، یعنی گفته زمانی که شما سلفر با اکسیژن تعامل بدین سلفر دی اکساید حاصل میشه و دیگه مادهش نقطه نقطه، یعنی هر ماده که باشه، ایناله الفش اکسیژن اضافی، بیش انرژی، جیم سلفای دوهن و دال هیچ کدام. طبعا جز دال که باشه هیچ کدام میباشه اینا میشه، یعنی جز دال صحیح میباشه، کدام ماده دیگه تشکیل نمیشه. سوال 16، تعاملات کیمیایی که در نتیجه آن یک عنصر جای عنصر دیگر در مرکبات میگیرند به نام تعامل چی یاد میشه؟ طبعا به نام تعامل تجزیوی، تعامل تعویضی، تعامل جمعی و تعامل احتراقی. طبعا تعامل تعویضی، یک اتم میای جای اتم دیگر میگیره، خودش اتم اولی را جایش به جای میکنه، جزء ب سایز. سوال 17، ضریب عنصر اکسیژن به طرف چپ معادله کیمیایی زیل در حالت توزیع عبارت از اینی می باشد. اینال اینی رو من مجبور هستم که بالای تخته بر شما نوشته کنم. تعامل نایتروژن با اکسیژن. نایتروژن بسیار خوب. حالت چی رو داره؟ حالت گاز است. جمع اکسیژن. اکسیژن به کدام حالت پیدا میشه؟ چی رو تنفس میکنین؟ گاز اکسیژن است. بسیار خوب. با هم تعامل میکنه و مرکب نایتروژن پنت اکساید رو میسازه. این دو و پنج. نایتروژن پنتا اکساید، یعنی پنج اکسیژن داره و اکسیژن.
خب بازم توضیح میکنیم، ببینیم از کجا شروع میکنیم، از این اولین اتم شروع میکنیم. چند اتم نایتروژن دارین؟ دو اتم. اینجا چند اتم نایتروژن؟ اینجا دو اتم نایتروژن. چند اتم اکسیژن؟ دو اتم. چند اتم؟ پنج اتم. این حالی در اینجا اتم های اکسیژن چیست؟ برابر و مساوی نمی باشن. پس برای اینکه اتم های اکسیژن با دو طرف تعامل با هم برابر کنیم، مساوی بسازیم، ما چی میکنیم؟ این جای پنج و دو را تغییر میدیم. پنج رو میاریم، دستش را میگیریم، اینجا میشانیم. اینجا پنج نوشا میگیریم. و دو را دستش را میگیریم، اینجا میاریم. دو پنج ده. دو پنج ده. و دو دو چهار. نایتروژن را ضرب چند میکنیم؟ ضرب چهار میکنیم. معادله چه میشه؟ معادله توزیع میشه. ادامه سوال میخوریم. الف دو، بی پنج، جیم ده و دال هیچ کدام. جز بی یعنی پنج صحیح می باشه. یعنی در این تعامل ضریب عمومی اکسیژن پنج می باشه. با شما این را توزین کنین در کتاب شایتان. سوال هجرام، کدام یکی از مواد زیل سرعت تعامل کیمیایی را زیاد می سازه؟ الف تاریکی، بی کتالیز، جیم نور و دالش بی و جیم درسته. هم کاتالیست ها زیاد میکنن و هم نور، یعنی بی و جیم سایسته. قسمت دیگه سوال ها، به سوال های زیل به طور کامل جواب دید. نوزدهم، سوال نوزدهم، در مورد تا معادلات کیمیایی معلومات بدید. مختصر معلومات بدید. جواب، هرگاه در یک تعامل کیمیایی مواد تعامل کننده و مواد حاصله را توسط فرمول ها و جهت تعامل توسط یک تیر نشان بدیم، این امیر رو برام چی یاد میکنیم؟ برام معادله کیمیایی یاد میکنیم. بسیار این رو پشورده گفتم. سوال بیستم، انواع تعاملات کیمیایی رو نام گرفته و از جمله تعامل تعویضی رو با یک معادله واضح سازیم. جوابش، تعامل تجزیوی، تعامل جمعی یا ترکیبی، تعامل اتراقی و تعامل تعویضی. فعلا شما چهار نوش را میخوانید که من اینجا نام گرفتم. نوع تعامل تعویضی قرار زل می باشد. سودیم امرای آب، سودیم هایدروکساید را می سازه و هایدروژن را به جای میکنه که چند دفعه در چند سوال من اینجا بر شما به حساب بروی تقسیم نشان دادم، دیگه فعلا ضرور نمی باشد. سوال 21، تعاملات جمعی را توضیح نمایید. جوابش، تعاملات جمعی یا ترکیبی تعاملات می باشند که دو یا چندین ماده کیمیایی با هم تعامل می کنند و در نتیجه یک مرکب جدید با خواص کاملا به جدید به وجود میاره که البته این تعامل ما چند دفعه با شما کار کردیم. و سوال 22، سوال 22 تان معادلات کیمیایی می باشد. یک تعداد معادلات کیمیایی را در کتاب نوشته کرده و بعدا گفته یار چی کنین؟ یار توزین کنین. شما یار در خانه چی میکنین؟ توزین میکنین و روز آینده باز بر من نشان میدین و اگر کدام غلطی یا مشکلی بود انشاءالله چی میشه؟ حل میشه. خود این سوال ها گفته در یک معادله که لیتیم به شکل جامد پیدا میشه، زمانی که لیتیم با فسفوریک اسید تعامل میدیم، در نتیجه لیتیم فسفیت حاصل میشه و هیدروژن آزاد میسازه. خب فسفوریک اسید رو میبینیم کدام حالت داره؟ حالتی که در محلول آبی است. این رو مخفف شد به شکل ایکیو نوشته میکنیم. لیتیم فسفیت به شکل جامد تولید میشه و هیدروژن رو میفهمیم که به شکل گاز آزاد میشه. خب این رو توضیح میکنیم، شروع میکنیم. خب بیاییم که از کدام قسمت شروع کنیم که امین معادله ما ساده تر شود. در این دو تعاملات ما معمولاً توزین تعامل یا توزین معادله از روی گاز یا طرف چپ یا طرف راست تعامل ایره توزین میکنیم.
میبینیم اینجا گاد نداره، اینجا نداره، اینجا نداره، اینجا نداره. فورا میبینیم اینجا تعداد اتم های هیدروژن ما چند اتم است؟ 3 اتم. و اینجا اتم های هیدروژن ما چند است؟ 2 اتم. پس مثل پشتر چی میکنیم؟ اینوی دو رو میاریم اینجا ضرب میدیم و این سه رو میبریم اینجا ضرب میکنیم، 2 × 3 = 6 و 3 × 2 = 6. هیدروژن ما برابر شد. خب اینا رو میبینیم. خب چند فسفرس داریم؟ 2 فسفرس. فوراً این ضرب 2 میکنیم، لیتیم فسفیت ضرب 2 میکنیم. وقتی که لیتیم فسفیت ضرب 2 کردیم اتمای لیتیم حساب میکنیم. یک اتم لیتیم اینجا داریم، 2 × 6 اتم لیتیم اینجا داریم. فوراً لیتیم ضرب چند میکنیم؟ ضرب 6 میکنیم. دیگه کدام چیزی باقی نمانده؟ معادله با چی شد؟ معادله توزیع شد. خب یک معادله توزیع صحیح است یا چند دانه دیگه هم توزیع کنم؟ خب یک خیرتون میگم که یک شما بر شما توزیع کردم، توزیع معادله چندین دفعه بر شما کار کردم، بالای تخته امروز هم چندین معادله بر شما توزیع کردم. انشالله یاره در کتابچه‌تان چی میکنین؟ در کتابچه‌تان توزیع میکنین. سوال 23. معادله تعامل گاز کلورین و گاز هیدروژن را که گاز هیدروژن کلوراید تشکیل میگردد تحریر نمایید. ببینین کتابایتان هیدروژن به شکل گاز در طبیعت پیدا میشه، کلورین هم همچنان CL2 به شکل گاز. گفتیم که کلورین و هیدروژن یا چرا به شکل دو نوشته میکنیم؟ ما قبلا به شما گفتیم در نتیجه مرکب هیدروژن کلوراید یعنی گاز هیدروژن کلوراید اینجا تولید میشه. خب دیگه معادله خود توزیع شدگی ضرورت به توزیع نداره. سوال 24. معادله تعامل تعویضی هیدروژن را از آب توسط سودیم تعریف کنید. البته این معادله رو ما شما چندین بار کار کردیم، فعلا ما با شما میخوانم. سودیم جمع آب، هر معادله که من تعامل سودیم با آب نوشته کردم آب به می شکل، گرچه در کتابای شما نوشته نیست اما ما با شما نوشته کردم که از این می وقت، از این می حالت، از این می حال چشمتان به اصطلاح آشنا شود در نوشتن فرمولای کیمیایی. در نتیجه مرکب سودیم هیدروکساید و هیدروژن تشکیل میشه. خب دو اتم یا یک مولکول هیدروژن به طرف راست تعامل حاصل شده، اینجا یک اتم بود. آب ضرب 2 میکنیم، وقتی که آب ضرب 2 کردیم اینجا 2 گروه پویش میشه. پس فوراً سودیم هیدروکساید ضرب 2 میکنیم. وقتی که سودیم هیدروکساید ضرب 2 کردیم تعداد اتم های سودیم تغییر میکنه، فوراً پیش روی سودیم هم یک دانه یک دونه نوشته میکنیم و معادله ما توزین میشه. سوال 27. در معادلات تحریری و سمبولی. معادلات تحریری و سمبولی که میفهمین، معادلات تحریری اون همون معادلات میباشه که ما توسط حروف یا را ارائه میکنیم و سمبولی که هم طبعاً توسط فرمول ها و سمبول ها یا را ارائه میکنیم. در معادلات تحریری و سمبولی که زیل اتم کدام عنصر به جای شده نشانی کنین. ببینین تعامل جست گفته به امرای مس دو بالانس کلوراید یا کلوراید مس دو بالانس میگیم یا کلوراید مس میگیم، فرق نمیکنه. زمانی که تعامل میکنه مس میسازه امرای کلوراید جست و در اینجا اتم های سودیم چی میشه؟ به جای میشه. سودیم ببینید از مرکبش به جای کرده، تنها یک تنها سودیم نوشته کرده و جست آمده امرای کلور، مرکب کلوراید جست ساخته یا تشکیل داده. و یا معادله دیگه گاز هیدروژن کلوراید امرای سودیم هیدروکساید تعامل میکنه، سودیم کلوراید میسازه به امرای آب و در اینجا تمام چی به جای شده؟ هیدروژن به جای شده. هیدروژن امرای گروه پویش آب یک جای تعامل کرده آب ساخته و خود سودیم رفته. ببینین من دورش حلقه میکنم، جای اتم هیدروژن چی کرده؟ اشغال کرده و مرکب سودیم کلوراید میسازه. این معادلات و سوالایی بود که بر شما طرح شده بود. انشالله همیشه یاد میگیرین، کدام پوینت نمانده که من بالای صحبت نکرده باشم. یک سواله که دیگه هم مانده. در داخل هر یک از قوس‌های ستون جوابات شماره مربوطه به ستون سوالات را قرار دهید. یعنی یک طرف ببینین سوالات داده و طرف دیگه جوابات داده، شما
امو نمبر سوال میخونین و از نمبر جوابات امو جواب پیدا میکنین و نمبر سوال در بین قوس در پیش روی خود جواب نوشته میکنین. مثلا سوال 28 یک دو سوال بر شما میخونم. علامه اختصاری نام لاتین عناصر رو برام چیت میکنین؟ ما شما برام چی بود؟ سمبول بود. بسیار خوب. سوال 28 در اینجا نمبر 28 زده و بنام سمبول یاد میکنه. سوال 29 ارائه معادلات به حروف. معادله چی میباشه؟ معادله تحریری حروفی میباشه. این نمبر 29 رو در اینجا نوشته کرده و نوشته کرده تحریری حروفی. و میشه که سوال 30 ببینین. سمبول المونیم نقطه نقطه است. سمبول المونیم این اینجا ببینین. نمبر سوال 30 می باشه و در مقابلش عنصر المونی هم نوشته شده. سوال 31 تعاملاتی که در آن یک یا چند اتم جای یک یا چند اتم را در مرکب اشغال کنه به نام تعامل چی یاد میشه؟ نقطه نقطه. به نام تعامل تعویضی یاد میشه. سوال 31 در اینجا تعامل تعویضی نوشته کرده. سوال 33 هضم غذا در معده یک چی می باشه؟ سوال 34 کتله مجموعه مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه کتله های محصول تعامل است. ببینید سوال 34 به نام قانون بقای انرژی یاد میکنن. سوال 35 اگر تعداد اتم های محصول تعامل و مواد تعامل کننده با هم مساوی باشن معادله نقطه نقطه توزین شده. اگر تعداد اتم های محصول تعامل و مواد تعامل کننده با هم مساوی باشد معادله چی شده؟ معادله توزین شده. این 35 در اینجا توزین شده. دیگر 36 سودیم با اکسیژن تعامل نموده و این مرکب می شده. سودیم زمانی که به امرای اکسیژن تعامل میکنه مرکب سودیم اکساید می سازه که در اینجا این مانده شما میبینید. و آب یک چی است؟ یک مرکب. خود دخترای نازنین البته سوالایی که من خدمت شما تقدیم کردم این سوالات به نام سوالات مقابله یاد میکنیم. قسمی که سوالات شما یکی در مقابل جوابش ارائه میکنیم و هرگاه کدام سوال باقی ماند گرچه کل سوال ها گفته شده باز هم یک دو سه سوال گفته نشد یه روز آینده از ما پرسان میکنیم. به امید موفقیت و پیروزی های هرچه بیشتر شما روزتان خوش. امید است که روزهای خوش را مثل امروز سپری کنیم. به امید موفقیت های هرچه بیشتر شما خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظ.